باعث افتخار برای ما که امشب همراه استاد یعقوبی رئیس انجمن موسیقی استان ایلام اومدیم خدمت استاد فلاحتی بزرگوار که کهنسالترین نوازنده موسیقی نواحی ایران هستند. و من خیلی دوست دارم که استاد یعقوبی خودتون برام این در مورد موسیقی دوزله برای ما توضیح بدیم و استاد فلاحتی را بیشتر برای ما معرفیشون بکنی و ما استفاده کنیم. بسیار ممنونم. منم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت و در معیت شما عزیزان هستم و در کنار استاد عزیزم جناب استاد علیدوست فلاحتی. خیلی باز خوشحالی است برای منم. من این توضیح رو بدم که به هر حال موسیقی هر فرهنگی و هر دیاری در هر کشوری برآمده از دل تاریخ اون فرهنگ است. ما در موسیقی هر منطقه صدای مردمان اون دیار رو، فرهنگ ها، عقاید، رسوم، آمال و آرزوهای اونها، غم ها و شادی های اونها و تمام تجربه زیسته اونها رو در گذار زمان احساس میکنیم، چون تمام اینها چراغ فرهنگ رو روشن کرده است و برایند فرهنگ هر منطقه در موسیقی اون منطقه متبلور شده است. همونطور که در هر منطقه موسیقی خاص خودش رو داریم که کاملا رنگ و بوی اون فرهنگ و اون دیار و حتی اون جغرافیا رو داره و حتی اون آب و هوا رو داره، ما در استان ایلام مطابق همین مدل موسیقی خاص خودمون رو داریم که کاملا برآمده از فرهنگ این مردمان و تجربه زیست این مردمان و کاملا برگرفته از شاخصه‌های جغرافیایی و تاریخی و اجتماعی این منطقه هست. در بین سازهای موسیقی که مختص به این استان هستند، همونطور که در خیلی از موسیقی ها سازهایی رو داریم با رنگ صوتی به خصوص که متعلق به اون فرهنگ موسیقایی هستن، در استان ایلام ساز دوزله یکی از سازهایی است که کاملا مختص این منطقه و این فرهنگ موسیقایی است. سازی که در دسته سازهای بادی قرار میگیره. ما میدونیم که در ادوات موسیقی سازهای بادی در تمام دنیا به دو دسته سازهای بادی برنجی و بادی چوبی تقسیم بندی میشن، چنان که در خارج از کشور و کشورهای خارجی هم ادوات مخصوص خودشون رو داریم. در ایران ما هم اقسام و انواعی از سازهای بادی رو داریم، چنان که نیانبان رو داریم، چنان که بالابان رو داریم، چنان که فلوت رو داریم و شمشال رو داریم و سایر انواع سازهای بادی. ساز دوزله در دسته سازهای بادی چوبی قرار میگیرد که از دو ترکه نی که از نیزارها گرفته میشه با ابعاد مشخص و به صورت جفتی کنار هم قرار میگیرن و با تعبیه سوراخ‌هایی با اندازه‌های خیلی معین روی این لوله که حکم یک لوله صوتی رو داره ساخته میشود و اصطلاحاً دو تیکه چوب برای اینکه صدا رو ایجاد بکنه و این صدا و این صوت از طریق اون پیپ‌ها وارد این لوله صوتی میشوند. نوازنده که این ساز رو مینوازد از طریق هواگردانی با تنفس، نفسگیری و تنفسی که وارد ریه‌ها، ششها و دیافراگم میشه و وارد به اصطلاح حنجره نوازنده میشه و وارد ساز میشه، این شدت صدا رو و این وایس پروژکشن رو وارد لوله صوتی میکنه و در اونجا با به اصطلاح جابجایی انگشت‌ها فرکانس‌های صوتی رو که در این لوله صوتی ایجاد میشود تغییر میده و در نتیجه ما نوت‌های مختلف رو داریم. حالا کنارم قرار گرفتن این نوت‌های مختلف به اصطلاح نغماتی رو برای ما شکل می‌دهد. ساز دوزله همونطور که خدمتتون عرض کردم مجموعه نغماتی که در طی دهه‌ها و صده‌ها در موسیقی ما شکل گرفته و بسیاری از این نغمه‌ها برگرفته از آداب، رسوم و آیین و همونطور که خدمتتون عرض کردم آمال و آرزوها و امیدها و حالات و اطوار مردم این دیار بوده است، در دسته های تحت عنوان مقام های گوناگون شکل گرفته است. همونطور که استاد فلاحتی گفتن مقام های مثل مقام سجا، مقام فتاپاشا، مقام سواره ها و دیگر مقام هایی که هر کدوم تاریخچه ای دارند، مربوط به یک آیین خاص هستند و یا حالت خاصی رو از غم و یا شادی و یا امید و یا پیروزی در دل مردمان بوده و منجر به شکل گیری یک سنت خاص و یک آداب خاص شده، این موسیقی اینجا شکل گرفتن و در دل تاریخ ما ماندن. ما در حوزه نوازندگی این ساز در استانمون نوازنده‌های خیلی خوبی داریم و داشتیم، اما باید یاد بکنیم از زحماتی که استاد علیدوست فلاحتی
کنسالترین نوازنده موسیقی نوایی کشیدن، خدمتی که ایشون به موسیقی ما داشتن، از این بابت که فکر میکنم پیش از همه نوازنده‌هایی که حالا حتی اساتیدی رو ما در این ساز داریم که خیلی خوب ساز میزنن، پیشتر و بیشتر از همه اونها استاد فلاحتی بوده است که این مقام رو زنده نگه داشته. فکر میکنم متجاوز از نیم قرن میشه که ایشون این ساز رو مینوازن و حافظ و نگهدارنده تمام این نغمه ها و مقام هایی هستن که در این ساز و در فرهنگ موسیقی ما بوده است. دستای استاد دیدم که ساز خودشون بله. آهنی هسته. بله بله. معمولا این ساز با نی ساخته میشه و اتفاقا خود استاد فلاحتی تجربه خیلی خوبی و وسواس خیلی دقیقی در ساخت این ساز داشتند و دارند و این رو هم بگم که سازهای دوزله ساختهشون با مهر اسم خودشون و با اون دقت و وسواسی که داشتن ساخته شده است. اما این یه دوزله منحصر به فرده و این رو به جای نی از آلیاژ مخصوصی که توی آنتن‌های تلویزیونی قدیم استفاده می‌شده ایشون ساختن برای خودشون و همین باعث شده یه مقدار رنگ صداش با اون دوزله‌های چوبی یک مقدار متفاوت باشه و خب این منحصر به استاد فلاحتی است و فکر می‌کنم نمی‌کنم کسی این رو داشته باشه. نه بچه رو اینه یک بخوزی دیگه در بیایید یک پسایی بی اگر نه بود یک به ترکی دی او صدا دی نیه خراب و باید وای بید در واقع صدا از همین پیپایی که سر دست به دست جای نیستید کاملا درست حکمان بشکنه از این استفاده میکنی در او جمع هستن چون دارید نگاه میکنیم دستم توشه دارم کار بشید میکنیم کوکش میکنیم آب دم میخواید، فلان میخواید از کار میفته باید آب دم نخواید، تر نشه، فلان نشه ثابت بمانه، صداشان یکی باشه. استاد از چه سالی شروع کردین به نواختن موسیقی با دو زده؟ الان عمرم تقریبا 96 سالم از 15 سالگی 14 سالگی علاقه داشتم با یه هنر یا گوسفند داشتیم همی زدم تو چیز خودم کار میکردم یا یاد گرفتم خودتون یاد گرفتم یاد گرفتم البته یه استادی بود و استاد آمد دورگرد بود دیدم یکی از اینا دستش علاقه داشتم صداش شنیدم آمدم نگاهش کردم دستم گذاشتم بالاش یواجوا بگم چقدر هست بعد رفتم تو نیزاری نه خودم درز میکنم الان تمام اسکار دارم اگر کار باراش کردم یه خیلی واسه چلی ساله من منطور تک نوازم گروه نداشتم کسی نبوده هر خودم بودم از خودم در آوردم یه کار کردم یه خانه میری دوست خانه میری بله که از مقام های معروف یک خانه میری بله دوست خانه میری دوست خانه میری بله بسیار ممنون هستم خیلی عالی من توضیح هم با اجازه بدم در ارتباط با این ساز دف هم منهای این 3-40 سال اخیر که خیلی رشد کرده و آکادمیک شده آموزشش و حضورش در بین سازهای موسیقی ایرانی ما قبل این با قدمت چند هزار سالی یک ساز خانقاهی و محلی محسوب می شده ریتمایی که نوازنده های کلاسیک و محلی رو این ساز می نواختن باز به همین شکل مجموعه اون ریتم ها و حرکت های ریتمیک با عنوان مقام اطلاق می شدن چیزی که الان ما دیگه اطلاق نمی کنیم و ما تحت عنوان ریتم اینا رو می شناسیم یا متر حالا این مقام خانه‌امیری رو ما تو دف هم داریم و اصطلاحاً 4 ضرب 20 یعنی ریتمش نه خیلی پرتحرک و شاده و نه خیلی سنگین و وزینه یک حالت 4 ضربی داره دو 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 ای خانه‌امیری دوسخان امیری دوسخان امیری یک گردش های 4 ضربی ما تو این کار داریم میشنویم و میبینید که تنوع ریتم ها از نظر ادوار و ضرب و تنوع موسیقی و نغمه هایی که روی این ریتم ها قرار میگیره این تفاوت ها رو در مقام ها ایجاد میکنه
مرسی از استاد. دست فریزه. الان میخوای کتان کتانه بزنیم. حتما خوشحال میشیم. کتان کتانه، یک مقام کتان کتانه رو بشن. هر استانی، هر قومی موسیقی مختص به خودشو داره و تهدید میشه این موسیقی های محلی ما که امکان داره از بین برن و ما این موسیقی ها رو دیگه نداشته باشیم. آیا دوزله هم جز اون موسیقی هایی هست که امکان داشته باشه از بین بره و ما یه روزی دیگه این نغمه ها و این مقام ها رو نداشته باشیم؟ یعنی ما در اقصا نقاط کشور همونطور که گفتم در موسیقی بلوچستان، ترکمن، مناطق کرنشین و از جمله استان ایلام ملودی هایی رو میشنویم که کاملا بکر و غنی هستن. این امکان رو دارن برای اینکه واقعا این موسیقی بتونه به مجموعه موسیقی ملی ما کمک بکند، باید آهنگسازانی و تنظیم کنندگانی پیدا بشن که از این نغمه‌های بکر استفاده بکنن، اینا رو هارمونیزه بکنن، اینا رو تنظیم بکنن، ارکسترهایی رو بر پایه این کارها تشکیل بدن و قطعاتی رو بر مبنای این ملودی های بکر بسازن. این اتفاق افتاده، اساتید بزرگی در موسیقی ما در موسیقی های نواحی همچین کارهایی رو کردن. مثلا آلبوم شب سکوت کبیر رو میشنویم که آیکیان کلور ساختن سال 76 روی موسیقی خراسان. استاد شجریان خوندم، دیدید که چقدر این موسیقی قابلیت داره و میتونه واقعا منشأ شکل‌گیری یک اثر باشه. موسیقی ما کاملا این پتانسیل رو داره، این نغمه ها و این تنوع و این بکر و غنی بودنشون این قابلیت رو داره، چرا که مجموع این موسیقی ها و نغمه هایی که در اقصا نقاط کشور ما در موسیقی های فولکلوریک و نواحی ما هست موسیقی ملی ما رو شکل میده، نه صرفا موسیقی ردیف دستگاهی رو. بعضی ها فکر میکنن صرفا موسیقی ردیف دستگاهی که از دوره ساسانی به بعد و قاجار مخصوصا مدون شده به ما رسیده موسیقی ملی است، در حالی که همین موسیقی ردیف دستگاهی گوشه هایی که در دستگاهی مختلف وجود داره وامدار همین موسیقی نواحی هستن، از نظر نغمگی و از نظر حتی اسامی اینها از اقصا نقاط کشور اومدن وارد شدن و مجموعه مدون موسیقی ملی ما، موسیقی ردیف دستگاهی ما رو ساختن. اگر موسیقی نواحی ما نبود ما موسیقی ردیف دستگاهی رو هم نداشتیم و فکر میکنم اگر موسیقی نواحی ما آنطوری که باید شاید روش کار نشه و احیا نشود و شناسانده نشود، ما تیکه تیکه مجموعه موسیقی ملیمون رو داریم از دست میدیم و به یک مجموعه خیلی محدود خواهیم رسید. با اینکه ما یک گنجینه بزرگ داریم از خیلی فوق العاده است. خیلی نواهای محلی است. بدون تردید که کاملا بی‌نظیر هستن. ما در اقصا نقاط استان از نظر فرم، از نظر شکل و از نظر همونطور که خدمت عرض کردم آلات موسیقی که هر کدوم رنگ صدای خاص خودشون داره. ما قیچک رو داریم که در بلوچستان رنگ صدای خاص خودشو داره و هر جایی که صدای عاشق قیچک میاد صدای بلوچستان و فرهنگ بلوچستان رو داریم میشنویم. صدای نیانبان رو داریم که بر خاص جنوب کشور و بوشهره و صدای دوزله رو داریم که صدای کوهستان های ایلام بود و خیلی افسوس است که هنرمندان ما شاید کمتر توجه کردن و خیلی بیشتر باید پرداخته بشه به این موسیقی ما. مقامی رو داریم که نواخته بشه برای مراسم شادی و رقص، حالا چون رقص کردی در واقع یک رقص شناخته شده است در بین اقوام ایرانی، داریم مقامی رو که برای این رقص زده بشه؟ Thank you.
شخصی میاد. خانوما موقع مشک زدن یه شعری میخونن. آها، بیت مشک. بیت مشک. استاد در مورد یه صحبت بکنه، یعنی مشک جنین خانمی لگه دو درن جنن و مشک جنن. اره وده تو زله چیشت داشتیم نه یا نه؟ بیت مشک و ده زله تا الان جنیار یا نه؟ نه جنیار. آره. اون بیشتر آواست. چون دنبال من نگرتم، اگر بخواستیم دویتم و یا دویتم همه جویه. هر کسی هر چیشتی؟ اینو تو دو زله نداشت. آوا بوده و معروف هم از بیت مشک. ولی چون معمولا خانم ها این رو میخونن در حین مشکی زدن، اینی که نه توی دو زله فکر نمیکنم شکلی گرفته باشه، ولی به صورت آوا هست. مشکا مشکا بور بزن مارو شاقا دلو والهوتن ودام تاقا ونوم خودو ونور علي مشكا ونجانيم طاي اوليخا اليو درارم ونبال اوسيخا ونوم خودو ونور علي ونوم خودو ونيهو ألي ونيهو مشكاكم تبتاوه من ألي وكا نغلاني داكاي يفاتي ووه ندارم وكار وزراتي ونيهو مخوضا ونيهو ألي باستاس انگوشت کار میکنه، انگوشت کار میکنه، صدا در میآید، بهتر میخونه. در واقع این رو دوتا رو روی زبونش کنید دارن و دقیقا و خیلی تکنیک دشواری هم واسه اون هواگردانی که دارن، صدایی که با شدت‌های مختلف وارد این لوله صوتی میشه و در این حال انگشتایی که روی اون سوراخ‌هایی که تعبیه شده وقتی جاشون عوض میشه فرکانس صدا تغییر میکنه و ما این نغمه رو میشنویم، فرکانس ها و نوت ها رو میشنویم که نغمه رو شکل میده. الان بچه پستان مادرش گرفته او بادگردان داره، او بچه کوچکه. وقتی پستان از دهنش بریدید دیگه شیر نخورد از یادش میاد. آچه آچه با این کار میکنه دعوت میاد قلقش میاد بالا سر اون که یاد بگیره. دقت کردن خیلی جالب. اینکه فرزندی که از پسان مادر شیر میخوره با این تکنیک شیر رو از پسان مادرش میخوره، تکنیکی شاید که برای نوازندگی این ساز داره استفاده میشه و خب بعد از دوران بچگی فراموشش میشه. میاد میره. یعنی هر در واقع هر نوزادی این تکنیک رو داره ولی از خیلی جالبه. یادش میاد. بذارش یادش میاد. بله. ولی از این کار بکنه یه واجه واش میره قطعه او هم بادگردان داره. الان کسی اینه بزنه بادگردان نداره، نمیتونه قد میکنه، ولی باز زحمت بکشه دا بادگردان یاده. شما مثلا آدم فوت میکنه خب صدا نمیده. این تکنیک نوازندگی ساز همونطور که استاد گفتم بادگردان یا هواگردان در درونه گلو هست که باید به شکل خاصی به قول استاد یادآوری بشه. چون ایلام یک شهری بوده که کوچنشین بوده و خب قبلا اینجا همه سیاه چادر بوده و ایلهای مختلف بودن، آیا موسیقی داریم با دو زله که مربوط به کوچ کردن باشه از یه ایلاغ به قشلاغ یا حالا برعکس توی با در واقع با دو زله؟ توی فرهنگ موسیقی استان ایلام آوایی رو داریم منحصر به فرد هست، مخصوص استان ایلام و البته در بعضی مناطق کردنشین هم کمرنگ تر است، تحت عنوان آوای هوره. این آوا خیلی منحصر به فرد است از جهت شباهت به این مقامی که شنیدیم، امتدادهای طولانی از هجاها و تأکیدهای طولانی روی کلماتی که در این آوا استفاده میشه، مبتنی بر تحریرها و قلط هایی که روی صدا
امتداد پیدا میکنه و در شکل‌های مختلف و سبک‌های مختلف ارائه میشه. تاریخچه این آوا به هزارها پیش میرسد و ستایش اهورامزدا بوده است. مردمانی که پروردگار رو، اهورامزدا رو ستایش کردند و با عنوان حوره الان داره از اون یاد میشه. این آوا خیلی منحصر به فرد از سراستان ما. When I kneel on the ground, oh, 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 Be well, Holland. Could I leave my shadow? Oh, 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 حوره را برای ما یه توضیح میدید آقا روردا؟ بله. حوره یه آواز باستانیه. درست. شاید بگم اولین آواز باستانیه که تو فرهنگ ایرانی بوده، شاید تو جهان هم بوده، حوره است. نیاز به آلت موسیقی و ابزار و چیزی نداره. مردم میشنیستن دور هم برای خودشون یه بزم درست میکردن، با هم حوره میخوندن. نجات بخرمانا بارو. حوره آواز اهورایی در اصل، اصلش. یعنی یه آواز مذهبی بوده. این منطقه مد هوره است. تیر داسلیم لنه رازا خوناگام گرنما کهد و کرازا هوره هفت مقامه، هفت. دلتنگی، پاموری، کلهری، ایوانی، ارکوازیچر، خزالیچر. لکیش دیریم. این ها هستن که موسیقی ما رو حفظ میکنن. من باز در ادامه صحبت هم بگم. موسیقی در طول اعصار و قرنها دستخوش تغییر و تحولات زیادی. یعنی من فکر میکنم موسیقی ما لااقل در طول هزارها سال یا 1400 یا 1500 سال یه نمودار سینوسی رو طی کرده و فراز و نشیب ها و فراز بردهای زیادی رو داشته. در برهایی از زمان ما به دلیل اینکه حکومت دینی تر و مذهبی تری رو بر کشور اون فضا حاکم شده، موسیقی به خاطر لحرمتش یه مقدار محدود شده. ما در دوره صفوی میبینیم که این اتفاق افتاده، در حالی که قبل از اون و در دوره ساسانی میبینیم که هنر و موسیقی و موسیقیدانان در اوج عزت و احترام بودن و موسیقی مورد توجه دربار بوده. رامتین رو داشتیم، بامشاد رو داشتیم، نکیسا و باربد رو داشتیم که از قضا نغمه‌هایی که اونها در دوره ساسانی ساختن الان هزارها رو تی کردن و موسیقی ردیف دستگاهی الانمون رسیده. ولی اعصاری رو هم تجربه کردیم که موسیقی محدود شده، اما در طی قرنها و هزارها میبینیم که موسیقی رو خودش رو تی کرده، همه این دوران رو گذرانده و حالا ما تو موسیقی ردیف دستگاهی داریم همون نغمه های بامشاد و رانتین و نکیسا و باربد رو داریم میشنویم. من فکر میکنم موسیقی هر منطقه همینقدر زنده است تا مردمان اون منطقه زنده هستند، تا زبان اون مردم و اون منطقه زنده است، موسیقی اونها زنده است. البته پیشرفت این
و احیای این حتما نیازمند توجه هست. متولیان امور بایستی به هنرمندان توجه بکنن برای اینکه موسیقی نمیره و جون بگیره، قوت بگیره. به هر حال نیازمند این هست که شناسایی بشه. ما خیلی از فرهنگ ها و سازهامون بایستی ثبت ملی بشه و نشده است. متاسفانه ما خیلی از سازهای ملیمون رو هم در این قضیه از دست دادیم که از دست ما رفتن. خیلی از بزرگان فرهنگیمون رو هم متاسفانه غفلت کردیم و دیگران اسمشون رو خودشون گذاشتن. ما مولانا رو از دست دادیم در حالی که تو بلخ بوده، تو خراسان بوده. ما تار رو از دست دادیم که تماما ایرانی است در صده ها و هزاره ها. ما کمانچه رو از دست دادیم و به اسم آذربایجان در اومده در حالی که هیچ کدومش به اندازه کشور ما این قدمت رو نداشتن. دوزله توی موسیقی ایران ثبت ملی شده یا نه؟ متاسفانه ساز دوزله ثبت ملی نشده است. من فکر میکنم به دلیل غفلتی که شاید نابخشودنی باشد در طول چند دهه اخیر خیلی از سرمایه های فرهنگی و هنریمون رو که میتونستن در فهرست آثار ملموس و غیر ملموس ما ثبت ملی بشون و حتی ثبت جهانی بشون رو به دلیل غفلتمون از دست دادیم و این جای گلایه داره و جای ناراحتی زیادی دارد. ما ساز تار و کمانچه رو که جزء سازهای کاملا اصیل ملی ما هستند و تاریخچه صدها ساله و هزاران ساله دارن متاسفانه با غفلتمون از دست دادیم. بسیاری از شعرا و بزرگان فرهنگیمون به همین دلیل و به همین شکل متاسفانه با غفلت ما با اسم دیگران شکل گرفته و در جهان شناسانده شده اند. ساز دوزله با تمام فرهنگ و تاریخچه اجتماعی و سیاسی و اون تمام غم‌ها و شادی‌هایی که مردمان این منطقه در طی قرن‌ها آوای اونها، صدای اونها، انگار که در پژواک این ساز داره شنیده می‌شود، کاملا این قابلیت رو داره که ثبت ملی بشود، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. این حتما می‌طلبد که متولیان امر به این مسئله توجه بکنن. اگر روز این اتفاق بیفتد ما هم خیلی خوشحال خواهیم شد. نواحی مختلف ایران یه لالایی هایی داریم که مخصوص به اینه که مادرها برای نوزادایی که توی گهواره دارن میخونن. آیا توی ایلام هم این موسیقی لالایی رو ما داریم که نواخته بشه با دوزله؟ همین لالایی ها برای اونه، همین لالایی ها برای اون بچه هست اگه داره برش میخونه. مادرش داره بچه رو میخوابونه. مادر داره بچه رو میخوابونه. میتونیم بشنویم؟ چش. دست شما. این نغمه ای که مادران کرد برای فرزندانشون توی گهواره به آرامی نجوا می کردن. این تم ملودیکش کاملا کردیه. همین نغمه رو ما داریم اینجا می شنویم. و اینکه موسیقی ما، موسیقی فولکلوری که ما با تمام قابلیتش که داره و مجموعه موسیقی ملی ما به طور کلی برای تمامیه حالات و اطوار زندگی انسان ها نغمه داشتن. ما در موسیقی قدیممون برای کار و پیشه ما موسیقی داشتیم که در گذر زمان اینو از دست داریم و الان نداریم. برای شادی، برای رقص، برای سوگواری، برای عزا. برخی از این نغمه ها موندن، برخی از این از دست رفتن. برای کودکان ما نغمه های مخصوص در موسیقیمون داشتیم و از جمله موسیقی های بومی محلی ما که شاید کمتر به واسطه حفظ اون مقام ها و نوازندگان پیشکسوت موسیقی استاد فلاحتی بهتر حفظ شدن و ماندن. همطور که الان نوای لالایی یا لاولاور رو شنیدیم اینا حفظ شدن و می‌بینیم که بله برای تمام
حالت ها برای تمام اقشار جامعه، برای کودکمون، برای جوانمون، برای کوچمون، برای غم و شادی، برای رقص ما این مقام ها و نواهای مختلف رو داشتیم. ما یک آیین سنتی داریم برای سوگواری تحت عنوان چمر یا چمری که آداب و شکل خاصی داره. من فکر میکنم استاد فلاتی چمری هم داریم دیگه توی مقام های من میتونم خواهش بکنم از استاد فلاتی برامون بزنن ببینید آینی که برای سوگواری است، برای عزاداری است. استاد فلاتی برامون چمری هم بیا کوکش بکنید. حتما کوک کنید بعد بشنویم. بزنن؟ بله. درست حالت مور آوردن و وای کردن زنها برای عزیزی که از دست رفته رو دقیقاً به صورت تصویری تداعی میکرد. تم این مقام، این ملودی که شنید در این اینکه غمگین بود خیلی وزانت داشت، چون این آیین برای بزرگ و آدم بزرگ و عزیزی که از دست رفته معمولاً برگزار میشه، معمولاً هم با ساز سرنا و دهل که یک شکوهی رو واقعاً هم نوای سرنا و هم صدای دهل در خودش داره برگزار میشه و حیرت انگیزه واقعا این همه اطوار و احساساتی که ما در هر یک از این نغمه ها از هر کدوم از این مقام ها داریم. لذت بردیم استاد فلاحتی، خوب نواختن استاد فلاحتی. و در واقع مراسم چمر برای بزرگیه که برای کسی بزرگیه با دسته زیادی از آدم هایی که طبق آنی خاصی قرار میگیرن و نوازنده سرنا و نوازنده دهل این مقام و این نغمه ها رو اجرا میکنن و اون شکوهی که اون مراسم داره در عین اینکه یک سوگواری خیلی وزین هست. مرسی استاد. لذت بردیم عزیزی. استاد نتونستم در خدمت داری یا بیام دیده ایوان اختیار دارید امشب. خدا رو شکر استاد سرحال خوب فوق العاده. خیلی لذت بردیم در کنارش. عزیزی خواهرمی. Thank you.